بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر فرزانه ولی جبران، باز هم افتخار دارم که در خدمت دکتران محترم به خصوص دکتران نسایی ولادی از طریق سایت Doctors for Afghanistan قرار داشته و لکچر خود را در مورد الو ایمیونایزیشن خدمت شما ارائه می کنم. لازم به تذکر است که این لکچر به دو بخش ارائه میشه که در بخش اول راجع به خود الو ایمیونایزیشن و اینکه چگونه واقع میشه و چی عواقب را در جنین و یا نوزاد در قبال داره تشریح خود کردیم و در بخش دوم راجع به منیجمنت الو ایمیونایزیشن به صورت خواهد گرفت. تشکل انتیبادی های مادری که به نام الو ایمیونایزیشن یاد میشه، این انتیبادی ها میتونن به مقادیر مختلفه از طریق پلاسنتا وارد جریان دموی جنین شوند و نظر به خاصیت انتیجنسیتی، مقدار و نوعیتشان میتونن به درجات مختلف در وجود جنین و یا نوزاد باعث تشکل آفات هیمولایتیک شوند. هرگاهی که جنین یک تعداد فاکتورهای گروپ خونی را که از پدر خود به ارث برده و مادر این فاکتورها را ندارد داشته باشه، در جریان حاملگی و یا در جریان ولادت فیتال ماترنال هموراژ واقع شوه، باعث عبور این انتیجن ها به مادر شده و باعث معروض شدن مادر با این انتیجن ها یک عکس العمل معافیتی در وجود مادر تنبیه میشه که چنین عکس العمل معافیتی در وجود مادر به اثر نقل و دم نیز به میان آمده میتونه. در حدود 600 انتیجن در کرویه سرخ تا به حال شناسایی شده و هر فرد که یکی از این انتیجن ها را نداشته باشه و معروض به این انتیجن شوه، باعث تنبیه تشکل انتیبادی علیه این انتیجن در وجودش میشه که عده کثیر از انسان ها حد اقل یک نوع انتیجن را با خود دارن که او انتیجن خود از پدر خود به ارث بردن و مادرشان نداره. وقایع آیزو ایمیونیزیشن به خاطر دلایل فوق کمتر معمول است. اول، وقایع بسیار کم انتیجن های غیر موافق کرویات سرخ خون. دوم، انتقال ناکافی انتیجن های جنینی و انتیبادی های مادری از طریق پلاسنتا. سوم، عدم توافق گروپ های ABO که باعث تأخیر در شناسایی انتیجن آرج میشه. چهارم، انتیجنسیتی مختلف خود انتیجن ها. و پنجم، خصوصیت عکس العملی ایمیون هر فرد که میتونه خصوصیت مختلفی خود داشته باشه. چانس آیزو ایمیونایزیشن در یک مادر آرج منفی که حملش جنین آرج مثبت و با گروپ موافق ABO باشه در حدود 16% میباشه که 2% ای آیزو ایمیونایزیشن ها در جریان ولادت واقع میشه. 7% ممکن است انتیبادی ها را در 6 ماه پاست پارتوم یا بعد از ولادت داشته باشند و 7% متبقی سنسیبلایز میشن. ای به این معناست که مقدار انتیبادی های تولید شده در وجود مادر آنقدر کم است که قابل شناسایی یا دریافت در حمل نبوده، ولی برعکس در حمل بعدی در صورت مواجه شدن با جنین دیگر آرج مثبت قابل دریافت می باشند. در بین سفید پوستان 15%شان آرج منفی و در میان آسیایی ها 1-2% آرج منفی می باشند. ای که چی باعث الو ایمیونایزیشن میشه، باید ذکر کنیم که در حدود 0.1 میلی لیتر خون از جنین به طرف مادر کفایت میکنه که باعث تنبیه الو ایمیونایزیشن شود. که این فیتو ماترنال هموراژ میتونه در جریان ترایمستر اول 7% واقع شود که به اثر سقط بنفسهی و یا سقط تراپوتیک و همچنان تهدید سقط و یا اکتوپیک پرگنانسی واقع شود. در ترایمستر دوم 16%، در ترایمستر سوم 29%. همچنان یک تعداد پروسیجرهای ولادی از قبیل کوریونیک ویلای سامپلینگ و یا امنیوسنتیزس و کوردوسنتیزس و اکسترنال سیفالیک ورشن یا تدور خارجی رأسی جنین هم میتونن باعث ایجاد الو ایمیونایزیشن شوند.
90% الو ایمیونیزیشن ها به اثر فیتو مترنال هموراژ در جریان ولادت به میان میان و 10% الو ایمیونیزیشن ها به خاطر فیتو مترنال هموراژ در جریان حمل به صورت بنفسهی به میان میان. وقات تراپوتیک ابورشن میتونند که 4-5% چانس الو ایمیونیزیشن داشته باشند. وقات سپانتینیاس یا سقط بنفسهی میتونه 1.5-2% چانس الو ایمیونیزیشن داشته باشه. وقات اکتوپیک هم میتونه باعث الو ایمیونیزیشن شوه و وقات تریتنده باشن ندرتن میتونن باعث الو ایمیونیزیشن شوند. در این بخش میخواییم راجع به عدم توافق گروپ های ای بی او صحبت کنیم که شکل بسیار معمول اما شکل بسیار خفیف امراض همولایتیک تشکیل میده و با سی دی ای انکامپاتیبلیتی یا عدم توافق سی دی ای فرق داره، به این معنی که در حمل اول اکثرا به مشاهده میرسه و انتیبودی های تولید شده اکثرا از نوع ایمیونوگلوبولین ام میباشه که کمتر از طریق پلاسنتا عبور کرده، بناهن کمتر پروبلم ولادی را ایجاد میکنه و زیادتر موضوع مورد بحث اطفال میباشه. تشخیص ABO incompatibility. گروپ خون مادر و نوزاد باید چک شود. زردی اکثرا در 24 ساعت اول ولادت به مشاهده می رسد. درجات مختلف انیمیا، ریتیکولوسایتوزیس و اریتروبلاستوزیس به مشاهده می رسد و کومس تست مثبت از جمله دریافت های لابراتوری می باشد و سایر اسباب همولایزس باید رد شود و تداویش عبارت از فوتوتراپی و یا در بعضی از موارد می تواند ترانسفیوژن یا نقل دم باشد. سیستم سی دی ای و یا ریزیوس سیستم شامل 5 انتیجن سی کلان، سی خرد، دی کلان، ای کلان و ای خرد می باشد و کمپلکس جین آر اچ توسط سی حرف قرار زیل نمایش داده می شه. آرچ منفی و یا دی نگتیویتی عبارت از آلت عدم موجودیت انتیجن دی می باشه. انتیجن های سی کلان، سی خرد، ای کلان و ای خرد کمتر خاصیت ایمیونوجنسیتی دارن نسبت به دی انتیجن و اما اینها هم میتونن باعث ارتروبلاستوزیس فیتالیس شوند. سایر انتیجن های مربوط گروپ خون که میتونن باعث عدم سازگاری شوند. کل انتیجن ای حالت است که در اینجا انکامپاتیبلیتی باعث لوحه کلینیکی شدیدتر به مقایسه به انتیجن دی میتونه شود به خاطر که انتیبادی های ضد کل میتونن در بون میرو یا مخ عظم رفته و با حجرات پریکرسر کرویات سرخ طور معامله کنند که مانع تشکل اینا شوند و باعث عدم فعالیت اریتروپویتیک در مقابل انیمیا شوند. انتیجن کیت و انتیجن دفی هم انتیجن های هستند که میتونن باعث تشکل اریتروبلاستوزیس فیتالیس به امو شدتی که دی انتیجن باعث میشه، اینا هم میتونن باعث امو شدت آفت شوند. ایمیون هایدروپس عبارت از تجمع مایعات اضافه تر از یک ساحه بدن جنین می باشه که در این حالت عزیمای عمومی همراه با تجمع مایعات در اجواب مختلفه جنین واقع می شه. دلیلش می تانه انیمیای شدید که منجر به عدم کفایه قلب می شه، پورتال هایپرتنشن، عدم کفایه کبدی، هایپوپروتینیمیا، کاهش فشار کلوید آنکوتیک و همچنان قابلیت نفوذی اویه که معروض به خطر میشه و باعث فرار مایعات میشه و تمام این فاکتورها را میتونن در این مورد زیدخل بدانن. هایپر بلیروبینیمیا عبارت از هایپر بلیروبینیمیا ناشی از انکانجوگیتد بلیروبین به اثر همالیسیس میباشه. کرن اکتروز عبارت از حالت است که انکانجوگیتد بلیروبین در ساحه بازل گانگلیا و هایپوکامپوس باعث استحاله عصبی شده و اطفال که از این حالت نجات میافند دارای حالت اسپستیک و تشنجی بوده، عدم انتظام عضلی و همچنان اینا میتونن درجات مختلف تأخر عقلی را دارا باشند. با ابراز امتنان ای بود بخش اول لکچر و بخش دوم لکچر در مورد منیجمنت و وقایع الو ایمیونیزیشن خدمت شما ارائه خواهد شد.